با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. امشب واقعا تصور نمی‌کردم کلی پر کنم، ولی خب حالا حالا میزون هست و خدمت هستم. و این خستگی این 30-40 سال اخیره که حالا با توجه به ساعت که در حکومت به اون جایی که باید بره میره، اینها اثر میذاره هرچی میبینم. اما یک توضیح اول بدم، چند از دوستان داشتن فیلم دیروز که گفته راجع به کنار دریاست برای من بفرستید. به این دوستان هست فیلم هست اختصاصی واسه من میاد، اسم من روش هست، پخش نمی کنم چون خلاصه از اون صحنه های برای من میگردم میگردم پیدا میکنم در صد دوستان. من تارا خیلی از فیلم آمده بالا باید شاد بیم، هزار تا فیلم برای من اومده در چند سال اخیر، ولی من به اخونه که اسم خودم هستی انحصاری هستم فیلم پخش نمی کنم. من جمله مثلا این اواخر که شازه اون جلسه رو ترک کردن من گفتم امروز بعد اما فیلم میشه بزن میفرستم مصاحبه کنیم که باید فرداش هم فیلمشو فرستادن. یا مثلا از خیلی از این آقایون مسئولین مملکتی که دیگه اسم بردنش هم فایده دارد وقت طرف کردنه، فقط یک شبت رو میگم، مثلا برای من فیلم زیاد اومده. آقای اومد اینجا چند پیش من بود، تمام فیلم های رابطه نامشروع خانم فائزه هاشم واسه هم نشون داد، گفت اینجا باشه بودم محاله نمیذارم از همین زیبا کلام تا دلتون بخواد. خیلی های دیگه، ولی من کارم این نیست، من کارم تو آشی رفتن نیست، کارم اصل قصه هست. و اون اتفاق که در شمال افتاد، بچه های خود بومی بودن و در ارتباط بودن با اونه که حرکت کردن و اون شروع برای سرشون در آوردن و اون جیگرش رو در آوردن که بقیه حساب ها رو چی بکنن. ولی خب من اون تیکه رو گفتم که داشت آخوند، دو تا آخوند داشتن در رگوزر می بردن که حواس مردم پرت کنن و اونها بیان به مردم غافلگیر کنن، ولی مردم حواس مردم پرت نشد و بچه بومی در جریان بودند. شما نمیده توی مازندران بعضی از این جنایتکارا چه بلاهایی آوردن سر مردم مازندران که اینها بریشون نمی کنن. حالا انتخابشی بخوام بگیرن صاحب اختیارم، ولی من این کار رو نمی کنم و پخش شد. بازم من پخش شد فیلمان من مشتی بنا حساب فرد اسم من رو آوردن اینجوری شده اینجوری شده اینجوری حرکت کرده این قدیر همه نهر فرسش توش هست. وقتی هم کدوم حرف دارم گفتم نبوده و نشده. خب فردا 13 بدن هست، اینه الان دیگه 13 داره اولا ساعت سه صبح اینجا آقایون با دست با افتادن و فلان کردن بیسار کردن. من تا توضیح کودی و کتا اینجا بدن. یکیشون نوشته که آقا فرض فردا پدرتون مرده و شما 13 نگیرد، چرا 4 سازی خوردید از این چیزها؟ بچه چرا پدرتون نمیره؟ چرا شما از مردم خوشی رو نکنید؟ شما دارید میرید ریشان رو کنده شده که به حرفا میرسید، زمینی که احمق های بیشعور همه تونم افتر میدونید خودم او راه میدارید. ماه قمری شمس، ماه هجری قمری اگر شما بیاید به اصل شمسیش رجوع کنید، چه میلادیش رجوع کنید، یک در 21 مهر ماه هزار و در 21 مهر ماه سال 59 قمری اتفاق عاشورا افتاد، واقع عاشورا افتاد. حالا چهار بالا پایین ندارم میشود بگم، چرا در سال هجری شمسی نمیذارید که همیشه ثابت باشه؟ چرا میچرخونید؟ یا همین بحث ضربت خوردن، این در دی ماه اتفاق افتاده و در 27 ژانویه اتفاق افتاده، دی ماه یا بهمن نمیدونم. شما چرا اینها رو رجوع نمی کنید؟ چون ثباتش نداره، چون دوباره فتنه میگرد، دوباره شر میگردید. چرا؟ مشخص بشه. بعد ضمن همه اینها شما در این 500-600 سال اخیر صفوی جنایتکار شما مردم میشونید یه قرآن سرش میده که چی بشه. اون شب اگر به اسم بنا به اسمی که خودتون براش گذاشتید، خودتون گفتید دیگه، مگه نکنه گفتن که شبای چیه؟ شبای چیه؟ حساب شب قدره، قدر خود چی بدونه؟ تفکر بکنه، نه که همش یه قرآن سر بگیره و بجه تفکر تو سرت بزنی. کجا از تو سر زدن چیز در اومده؟ شما نون رای نون دونید نون خوریتون رو بسته شده از تمام شدید، شما ها دیگه وجود ندارید، شما تموم شده. ماهای من قمری دوستان خدمتتون هستم، از یک نظر در تمام دنیا تقویم قمری هست، بوده و هست و خواهد بود. چرا؟ چون با حرکت ماه، بالا پایین ماه، جزرمت ها وجود میاد و طوفان های دریایی در ماهای قمری مشخص. مثلا همیشه بین 10 تا 20 ماه رمضان همیشه دریا طوفانیه، حالا دو روز بالا پایین. پس اگر که ماه قمری هست برای کاپیتان کشتی هست، برای هواپیما هست، برای چیزای جوی هست، تو باز با حرکت ماه تغییر میکنه. قمری هم هست اسمش بوشد قمر ماه، ولی برای اعیادتون
احیاتون شما بیاید همون سال شمسی قمری شمسی هجری شمسی رو بذارید. چرا نمی‌کنید این کارو؟ چرا نمی‌کنید؟ چرا؟ نه سواد نه فکر دارید. و اگر نه شما اگه مثلا برفرض همین عاشورا تاسوعه که تو زمستون گرفت این کارو کردید تو مهرماه بخیر براتون نوندش نوندش براتون بهتر تو مهرماه 21 مهر. چرا؟ پس جمع کنید کاسه گذاتون. بچه مردم سیزده بدر رو سالی ها سال جشن گرفت و سنت هاشون بوده. محمول ما سال اول گفتم مردم سنت ها رو رعایت نکردن شما بازی رو باختید. تموم شد. بچه ما چرا فکر نکنید فردا به میمنت و شادی که شما رشت رو کنده میشه کنده شده بی روز رو افتادید جشن نگیرید جشن مضاعف میگیریم. چرا نکنیم این کارو؟ پدر تو مرده، پدر تو مرده، ذات شما مرده، ریشه شما مرده، پشت آشیل شما ها کنده شد از این قضایی ها. خب من خیلی پشت آشیلی میره یاد بنزین میفتم. بنزین همین روز هاست که دیگه خلاصه تقش در بیاد. یه سری باز افراد رو افتن آقا طالبان آقا فرلاو عزیزم یه چیزی بهتون بگم، یه چیزی براتون بگم. تمامی گروه هایی تشکیل شدن خودشون بهتر از همه میدونند. اینا برای ارتش ایران از خارج از مرزی رو حمله کنن برای اصلا یه لغت چپ هم نمیشن. یه تمرین دستگری معروف خواهد بود. توجه کردید چی مارتون میگن؟ خودشون هم میدونن. یعنی به ظرف 24 ساعت نمیشن. از صفحات که بدتر نیستن که 24 ساعت همین نسل نسخش پیش نیست به کارشون. خاطرتون جمع باشه. بله. من تاریخ دقیق بهتون میگم. عاشورای شمسی سال شمسی قمری طبق بعضی محاسبات نوری با توجه به گاه شمار هجری قمری هلالی با سه شنبه 20 مهر 59 هجری شمسی 9 اکتبر 608 میلادی بوده. علی هنگامی که مشغول خواندن نماز صبح در مسجد کوفه بود با یا به روایت دیگر در کنار در مسجد توسط عبدالرحمن ابن عبدالرحمن ابن ملجم از خواهر با یک شمشیر مسموم از نایی سر ضربت خورد. عبدالرحمن این عمل را به قصد انتقامی در از وی در قبال کشتگان نبرد نهروان انجام دادند. دو روز بعد در 19 و 21 رمضان سال 40 هجری مصادف با 27 ژانویه 661 میلادی علی در 62 یا 3 سالی است درگذشت. پس از مرگ علی قاتل قصاص علی قاتل وی قصاص شد. دیگه این دیگه از باطل نده. خب دوستان برای مسکن درسته چندی بار گفتیم و رفته بارا پاشده ولی این دفعه مسکن واقعا به ذلت خبزه چون پول نیست. اونا که دارن فرار میکنن دیگه خونه نمیخرن. اونا پول دزدی بود میخریدن راه دیگه پول میخریدن خونه رو که از چه پوشون نهید پایین برن میخوان برن فرار بکنن در برن برن یواش یواش از یه عده تتمه حکومتی از خواب خروش بیدار میشن. خب عجب آدم هنرمندی هستن. ابرقدرت نوظهور 2+1 روسیه و شوروی روسیه و بخشید چین و ایران ابرقدرت ها هستن. وقتی بگیم ابر ذلت بفرد ببین چی روسه گاری افتن دوتا که جمهوری اسلامی رو بابا جان حالا آمارو تو غلط میدن. اینا سیر خودشون پپه کردن. اینا دیگه آقا دوایی که شما فکر انتحاری داشته فرقا دیگه نیست. این دلیل بر ذلت و خفت شماست. یعنی چی در روسیه به هیچ شک نکنید روسیه چین هرچی کاشت در نیومد. همش هم پول دزدی بود. همش هم 90% ایران دزدید. پول ایران برد. پول ایران تو بانکاش گرفت پول گرفت. پول چاپ کرد. کو فکر کرده میتونه قوقا کنه داره نمیتونی. نمیشه و پول در نیرو دافعه در من جازه. اتحاده های جدید میان روسیه چین و ایران چقدر ایران آمریکا دارن؟ این اتحاد از نظر قابلیت همکاری با پای ناتو نمیرسد. خود آمریکا توش مونده زیرش زایده شیش کلو زایده زیرش مونده. انگلیس که نیست وجود کنه انگلیس داشت در نمیاد. اروپا هم که همچنین چی دارید میگید شاره خود میبافید مردم خواهی ترسمی بلولولولو. بله نوشه سیدردار فکر کنید پدرتون مرده شادی نکن چش در خوشم مضاعف کنه کار.
یه خبر بشنم و 13 طنز هم هست بخندیم هم دیگه. خبر جدی ها ولی خب یه خانم در انگلیس به جتیقی یه خانم در انگلیس یه جتیقی توی خیابون پیدا میکنه و میبره خونه تو ازش نگهداری کنه، برایش غذا گربه میذاره و در یک جای گرم قرارش میده. بعد 24 سال میبینه یه جتیقی نه چیزی خورده نه چیزی پس داده. اینجا خانم مشکوک میشه و نکنه جتیقی مریض است، مریض شده باشه. میبرش کلینیک و کلینیک حیوانات و دکتران اونجا با به یه نگاه با جتیقیش نگاه جتیقیش با حفظ احترام و توجه به احساسات خانم بهش میگن ببخشینا ولی این یک منگوله پشمی از یک کلاهی که داره اصلا جتیقی نیست. این بنده خدا هم خجالت زده میشه و جتیقی سرم داره فرار میکنه دیگه. گفتیم دیگه اصلا هر چیزی نشنمه میشه. خب بنزین دیگه همین روز آخرشون هست و پاشنه آشیل حکومت هست که قبلا گفتم اینا رو و نیرو هم که قبلا گفتم. حالا بگم خبر دیگه چی بریم. اسرائیل میگوید به مرکز فرماندهی جهاد اسلامی در حیات بیمارستان اقصا حمله کرده است و تو بیمارستان شفا تو پتو متکه ها تو چیزو اصله بوده. اینها دیگه بازی بچگان است. بمب‌گذاری در بازاری در استان حلب سوریه 7 کشته بر جای گذاشت. انفجار در یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار شلوغ در شمال سوریه تا این لحظه موجب کشتن هر دست کم 7 شده و این انفجار در بازار مرکزی شهر فلان بوده. وزیر کشور پای دشمن را به 13 به در باز کرد. امام جمعه شیراز فکر کنید پدرتون مرده، به تفریح نکنید پدر خودت مرده. همین رو میخواستی؟ تیتر به شازده نوشتن قشنگه، نوشته آرام است مثل شیری که داره تومه کمی کرده، نیازی به حمایت آمریکا ندارد، میداند انتخاب 80 میلیون ایران انتخاب 80 میلیون ایران نیست. آفرین کلیپ قشنگ باشم تو آماده که باید پرشناس میفرستم باید وزارت علوم اولین دانشجویان ونزوئلایی برای تحصیل به ایران آمدند، برای نمودن از گرسنگی و قحطی و گرانی آمدند. مبارکتون باشه شد. با برمشتون سلسله دوزی های اینا آقای صدیقی رو برکرار کردن. بیش از 38 کشته در حمله سنگین اسرائیل به پایگاه سپاه قدس و حزب‌الله در حومه حلب و دمشق. بله خب دیگه زیادی هست. اوج گرفتن ناتوازی در احتمال بروز چالش تامین سوخت، متوسط مصرف روزانه بنزین از 130 میلیون لیتر گذشت. شمار کشتگان حمله در حمله اسرائیل به مغازه نظامی فرودگاه حلب به 52 تن رسید. وزیر بهداشت پیش ایران و دولت رئیسی بهترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران را اخراج کرده است. کار خوبی کرده است. بازی رسانه‌ها و مقامات صرفی در تیم دولت مردم از پرواز قیمت گوش به بالای 1 میلیون تومان خبر دادند. آقای محمد پارسی مطلب نوشته به آقای علم خدا. از کدام علی سخن میگوید؟ از امام اول شیعان که وقتی اکثریت مردم نمیخواهندش خانشی میشود، همان که حکومت بدون عدالت و از عطسه بز بی‌ارزش‌تر میداند؟ کجا زندگی حکمرانی شما به علی میماند که وقت نهج البلاغه را میخوانی گویی همین امروز در نکوش و مذمت آن نگاه شده؟ بله مولا نوشته. یکی از دوستان نوشتن لطف کردم مطلب شما میخونم که درود استاد، من از چند سالی از خدمتتون بودم و از فرمایش بهرمند شدم. بعضی از کلیپ‌ها شاهکار بود. درست است که همه درست هستند اما بعضی ها واقعا شاهکار در تأثیر گذاری در عالی هستند. از داخل چیزی دستمون نمی آید که جبران کنیم. شرمنده از
خالق هستی هم فلان فلان داری و خواستی رو نه دوست دارم، توقعی ندارم، من میدونم وضعیت رو و تا حالا هستیم خواستید وطن پرستای پیدا میشن که حفظ کنیم. مثلا یه دوستی هم ملقب حساب من زد و بر نداشتم اینو، ولی 700-800 لیرش رو تیز کردن برداشتن و برگردوندم و بعد خلاصه داستانش دیاد ایام بکنم و بیوتو خوش.